سلام، خوش اومدید به کانال رادیو آفساید. من سینا هستم و تو این اپیزود ویژه میخوام همکلام بشم با علیرضا جهانبخش که تو سال 2021 از برایتون به فاینورد منتقل شد، در چند بازی تیم ملی در مقدماتی جام جهانی قطر بازوبند کاپیتانی به دستش بود و با زدن 3 گل در مرحله دوم مقدماتی به عنوان بهترین گلزن تیم ملی لقب گرفت. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه، اول می‌خواستم از امیرخان هاشمی برای فراهم کردن شرایط این مسابقه تشکر کنم و همینطور از شما خواهش کنم که اگر اولین باره دارین کانال یوتیوب رادیو آفساید رو می‌بینین، از پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش رو هم بزنید تا از برنامه‌ها و مصاحبه‌های آتی ما مطلع بشید. یادتون نره که حتما نظراتتون رو برامون بنویسین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو حتما لایک کنین و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. رادیو آفساید رو میتونین از طریق تلگرام، اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنین و همینطور پادکست‌های هفتگیمون رو هم میتونین از طریق کست باکس، اسپاتیفای و بقیه اپلیکیشن‌های پادگیر گوش کنین. ممنونم از همراهیتون، دمتون گرم. بریم برنامه رو شروع کنیم. نام علیرضا جهانبخش، تاریخ تولد 20 مرداد 1372. خیلی خوشحالم که امروز در رادیو آفساید میزبان علیرضا جهانبخش، فینگر تیم فاینورد هلند و یکی از کاپیتان‌های تیم ملی ایران هستم. سلام علیرضا جان، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردی و خیلی خوش اومدی. سلام و عرض ادب خدمت شما سینا جان، همه مخاطبای عزیزتون. منم خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم و امیدوارم که گپ و گفتمون جالبی باشه و بتونیم صحبت‌های جالبی رو انجام بدیم. سلامت بشی. آره حتما، امیدواریم. ممنون که وقت گذاشتی و حال روز تمرینات و بازی پرفشار آخر فصل که نه، آخر سال میلادی چطوره؟ خوب خدا رو شکر. خب ما این مسیر رو پیش گرفتیم از اول فصل، خدا رو شکر، تو باشگاه که قطعا هدفهای بزرگی داریم و حالا خدا رو شکر تو دوتاش خیلی خوب پیش رفته، هم تو کنفرانس لیگ اروپا و هم تو لیگ. خدا رو شکر نتیجه خیلی خوبی گرفتیم. تو کنفرانس لیگ تیم اول صعود کردیم، الان هم با یه امتیاز اختلاف به صد و جدول خیلی نزدیکیم که این آخر هفته فکر می‌کنم بازیمون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو این مسیر، که به امید خدا این سال خیلی خوب و که خوب شروع کردیم بتونیم به خوبی بتمام برسونیم. این بازیای هفته پیش که برگزار شد خیلی همه چیزو به هم ریخت دیگه، هم آژاکس اولین باخته شد، هم آینتوبن هم برد، شما هم مساوی کردی، الان اختلاف ها یک امتیاز، درسته با صدر؟ بله دقیقا. حالا ما خیلی امیدوار بودیم چون میدونستیم که آلکمار امتیاز میگیره، شانسش خیلی زیاد بود که امتیاز بگیره چون تو این دو سه سال خیلی خوب بازی کرده تو استادیوم آژاکس و ما باید می‌بردیم. نیمه اول خیلی خوبی نبود ولی نیمه دوم فکر می‌کنم خیلی خیلی بهتر بود، موقعیت خیلی خوبی داشتیم. این سه امتیاز خیلی مهم بود برام ولی متاسفانه مثل دو سه تا بازی دیگه که این پس امتیاز دست دادیم نتونستیم بازی رو ببریم و حالا از اون ور آژاکس باخت و پی اس وی برد. دقیقه فکر 90 گل برتری رو زد و حالا فعلا علل حساب رفتن صدر جدول. حالا فکر می‌کنم این بازی آخر هفته خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و تعیین کننده. اون بازی که با آینتوبن تو زمینشون داشتیم فکر کنم یکی از بهترین بازی‌های فصل فاینورد بود، اون 3-0 که بردیم. الان دست بالا رو داریم به نسبت رقیب مستقیم اونجا. آره بازی خوبی فصل خیلی داشتیم راستش بخوای، هم تو کنفرانس لیگ خیلی بازی خوب رو انجام دادیم، بازی خیلی چند تا بازی بود که ما عقب بودیم در دقیقه رو آخر بازی رو برگردوندیم و
حالا این بازی هم مخصوصا بازی که شما گفتید بازی با پی اس وی بیرون خونه مخصوصا خیلی چی میگن تو شیپ خیلی خوبی بودن، خیلی داشتن بازی رو پشت سر هم میبردن تو حالا سوپر لیگ، تو قهرمانی چی میگن فصل قبل جام حذفی سوپر کاپ بهش میگن اگه اشتباه نکنم، دقیقاً آژاکس 4-1 بردن تو خود تو آمستردام، یعنی خیلی ریتم خوبی داشتن ولی ما خیلی آماده بودیم برای اون بازی، فکر می‌کنم با اقتدار اون بازی رو بردیم، فکر کنم 4-1 شد، میتونستیم 4-5 شده که بهشون بزنیم ولی آره ولی خدا رو شکر تونستیم حالا تو اون ریتم خیلی خوبی که داشتن ببریمشون. حالا الان آژاکس هم دقیقاً همون شرایطو داره، تو اون فرم خیلی تیمی خیلی خوبی هستن، بازی خیلی سختی میشه ولی جذاب، ولی متاسفانه هوادارامون نیستن که خیلی میتونستن تاثیرگذار باشن. حالا با توجه به اینکه هم بالاخره آرنسلوت هم این فصل اومده به عنوان سرمربی فاینورد و سالهای اخیر فاینورد به نسبت همیشهش تقریبا خوب نتیجه نگرفته دیگه، یعنی تو این تاپ جدول نبوده، حالا خودت که اول فصل اومدی با صحبتی که بقیه داشتین، هدفایی که فاینورد داره تا آخر فصل چی به نظرت برجسته ترین هدفه؟ خب اول فصل ما بود 3-4 تا بازیکن بودیم که دیرتر اضافه شدیم به تیم و قطعاً هم خود سرمربی هم بازیکن‌ها بتونن به اون تاکتیک و به اون شرایط آداپت پیدا کنن، قطعا یه تایمی رو باید بگذروندیم. ما شانس آوردیم که حالا پلی‌آف کنفرانس لیگ رو داشتیم، به عنوان بازی دوستانه برامون حساب می‌شد که بتونیم هماهنگ‌تر بشیم، اون ریتم و اون استراتژی و اون ذهنیتی که خود آرنسلوت داره بتونیم تو بازی‌ها انجامش بدیم و اونا خیلی بهمون کمک کرد و از طرفی هم هر چی گذشت تیم خیلی هماهنگ‌تر شد، شرایطش خیلی خیلی بهتر شد و خب بالاخره اون اوایل آدم باید شرایطو ببینه که به شکلی پیش میره تا بتونه یه بلند مدت‌تر برنامه‌ریزی کنه. خداشکر تا الان خیلی خوب پیش رفته، راستش بخواید هیچ هدفمندی نکردیم، ما خیلی سر و ساکت، چون امسال خیلی راجع به آژاکس و پی اس وی خیلی خیلی صحبت میشه، تیمشون رو خیلی خیلی پرمن خوب بستن، هزینه خیلی زیادی کردن، به خاطر همین هیچ فشار رو ما نیست، یعنی اصل فشار رو دوتا تیم دیگه است، ولی ما هدف گذاری کردیم که بازی پیش بریم، چه تو کنفرانس لیگ، چه تو لیگ و چه تو جام حذفی و خب خدا رو شکر موفق هم بودیم، تا الان خیلی خوب پیش رفته، امیدوارم که این سه تا بازی هم بتونیم به خوبی و خوشی بگذرونیم، سال خوب تموم کنیم و انشالله بریم نیم فصل دوم که فکر می‌کنم خیلی خیلی میتونه تاثیرگذارتر و مهمتر باشه نسبت به نیم فصل اول. راجع به اون اول فصل صحبت کردی، خب آرنسلوت رو که از قبل شناخت داشت رود و با هم کار کرده بودیم توی آلکمار، چقدر راحت جا افتادی توی تیم با بازیکن‌ها و هواداره، چقدر طول کشید به نسبت مثلا قبلا توی آلکمار که رفته بودی الان اگه بخوای مقایسه کنی؟ ببین خب نسبت به آلکمار و برایتون خیلی متفاوت تر بود، چون بالاخره من آرنه رو قبلا میشناختم به عنوان حالا سرمربی، من حالا به عنوان کمک داشتمش قبلا تو آزد ولی الان به عنوان فرد اول تیم بودش قطعا، و از طرفی هم میگم بالاخره محیط اینجا رو من آشنا بودم، هر موقع هم که اومده بودم برش به فاینورد همیشه خیلی ریاکشن های مثبتی گرفته بودم، به خاطر همین بالاخره تایم طول کشید، ولی خب خدا رو شکر هم حالا تو هوادارا، تو استادیوم، بین بچه ها، تو رختکن و کلن تو محیط باشگاه خیلی خیلی شرطم تونستم بهتر و بهتر کنم و هنوزم به اون چیزی که میخوام هنوز نرسیدم، روز شو بخواید حالا الان 3-4 ماه گذشته به اون چیزی که میخوام نرسیدم، ولی روز به روز دارم حس بهتری پیدا میکنم. خب بالاخره همونجور که شاید میدونید من یکی دو سال قبل و به اندازه باید بازی نکردم و این ریتم و امسال خیلی خیلی بیشتر داشتیم، من فکر میکنم هر 3-4 روز ما بازی کردیم، یعنی واقعا شاید 2-3 هفته پیش اومد که ما بین هفته بازی نداشتیم و این برای من یه شرایط جدید بود، ولی خب قبلا خود آرنسلوت هم من قبلا به عنوان کمک داشتم که خیلی خیلی متفاوت نسبت به الان که به عنوان شخص اول هستش، چون بالاخره اون موقع اون شعاع تصمیم گیریش خیلی کمتر بود، ولی الان به عنوان نفر اول اون چیزایی که میخواد، اون جسارتی که داره خیلی خیلی متفاوته و فکر میکنم این جسارت و اون نوع فوتبالی که بازی میکنه فکر میکنم نوید خیلی روزای بهتری رو میده، هم برای باشگاهمون، هم برای خودش و هم ما به عنوان بازیکنایی که بتونیم تو اون سیستمی که اون دوست داره بتونیم بازی کنیم.
خیلی عالیه. توی تمرین ها که خیلی مثلا وقتی فاینارت اکانتشون جبه تمرین ها بعد بازی ها رو میذاره همیشه خیلی معلومه که با بازیکن ها خوب گرفتی، حالا چه شوخی ها چه سرگرمی ها. اون تمرینت هم که اون روز با موتور رفتین که خیلی معروف شد دیگه، همه این گیفش ساختن هر وقت گل میزنی تو توییتر و اینا، اون خوشحالی گلت رو گذاشتن و اینا، بالاخره نشون میده این حسی که از بیرون آدم میگیره اینه که خیلی با بازیکن ها صمیمی شدی. آره خب خدا رو شکر برای من این مسئله خیلی مهمه. بالاخره اوایل خیلی چی میگم اون شناختا کمتره و آدم ریاکشن های مختلف میگیره از هم تیمی ها، کسایی که تو باشگاه با کار میکنن، یا حالا کادر فنی، کادر پزشکی. ولی خب من همیشه اینجوری بودم، حالا چه تو آلمار بودم، چه تو برایتون بودم، چه حالا الان. اون اول شاید اون شناخته کمه، ولی هرچی میگذره بالاخره اون آشنایی بیشتر میشه و خدا رو شکر کار خیلی مثبته. خیلی جو باشگاه رو خیلی دوست دارم، تیممون خیلی تیم خوبی، از نظر شخصیتی تیممون خیلی قویه، از نظر ذهنی نگاهشون به حالا بحث حرفه‌ای و به این که بتونیم یه لول اپ داشته باشیم به عنوان باشگاه، چون همونجوری که گفتید بالاخره فاینورد تو این 3-4 سال اونجوری که باید و شاید نبوده و الان بالاخره جز یکی از مدعیاست و همه دارن مثبت صحبت میکنن راجع به باشگاه، راجع به این رویه‌ای که باشگاه داره، راجع به سبک بازی ما و همه این داستانا. به خاطر همین میگم خیلی مثبت، خدا رو شکر همه چی، امیدوارم که همینجوری ادامه پیدا کنه. حالا برای خود منم به شخصه، حالا من مثلا به طور مثال شناختی که از آرنه دارم و بالاخره من از میگم پارسال خیلی جدی‌تر با آرنه راجع به حالا بحث رفتنش به فاینورد صحبت کردیم و میگم تو این چند سالم همیشه باش در ارتباط بودم، از اون ورم با بازیکن‌ها من 3-4 تا بازیکن‌ها رو قبل می‌شناختم و جالبه حالا دکترمون، دکتر آزادمون بود، یکی از کادر حالا بدنسازیمون از آزاد بود، یعنی یه سری کسایی که واقعا تو قالب قبل باشگاه قبلی من بودن الان اینجا هستن. حتی همین یه جو خیلی گرمی داریم تو باشگاه که خداشکر خیلی خیلی راضی هستم. برخورد حالا رسانه های هلندی چطوری بود؟ بالاخره خیلی خب به عنوان آقای گل هلند رو ترک کردی، برگشتی چه حسی داشتی؟ مثلا حالا چون بالاخره به عنوان بازیکنی بودی که خب زبان هلندی رو باهاشون صحبت می‌کردی، حالا هم انگلیسی هم هلندی، عادتا ترجمه هم کردن، انگلیسی قشنگ لهجه بریتیش شده بود برگشته بودی. آره چیزی بود که خیلی راجبش صحبت شد تو این مدت اتفاقا، حالا هم بچه‌ها دوستان که قبلا هم تیمی بودیم با هم، هم حالا تو بخش حالا خبرنگاری و اینا خیلی راجب این صحبت می‌کردن. ولی خیلی مثبت بود چون من همیشه اون موقع هم که بالاخره هلند بودم همیشه رابطه‌ام با بخش رسانه‌ای حالا چه تو باشگاه چه تو حالا بخش اصلی که حالا بازی‌ها رو پوشش می‌دادن همیشه خیلی خیلی مثبت بود و من همیشه خیلی سر و ساکت بودم، خیلی حاشیه نداشتم اینجور چیزا، همیشه خدا رو شکر مثبت بوده و میگم برای خودم این خیلی مهمه چون اینکه دوست دارم که منو به عنوان فوتبالم به علاقه داشته باشن، حالا یا چه میگن دنبال کنن یا بخوان راجع به این چیزا صحبت کنن تا حالا حواشی که وجود داره. ولی خب از یه طرفی هم حالا شاید تنها قسمتی که برای خودم یه مقدار خیلی راجبش فکر میکردم و شاید میگم شاید فکر تفکرها اینجوری نبود، ولی حالا رفتنم به برایتون بود و اینکه تو بعد حالا 3.5 سال برگشتم، حالا درستش بخواد پلن خودم اینجوری نبود که بخوام اینقدر زود دوباره برگردم، ولی بالاخره شرایط به شکلی پیش رفت که باید این اتفاق میافتاد، من باید یه مسیر جدید رو انتخاب میکردم که خیلی خیلی خوشحالم فاینورد رو انتخاب کردم راستش بخواید. حالا میتونستین توی این مسیر اتفاقای دیگه بیفته راستش بخواید، ولی میگم فاینورد رو انتخاب کردم و دلایلش هم که خیلی واضح هستش، هم به عنوان باشگاه بزرگی که فاینورد هستش، استادیوم و هواداراش که من فکر میکنم بهترین واقعا تو هلند و یکی از بهترین ها تو اروپا میتونم بگم به جرئت، و بالاخره وجود خدا آرنسلوت و شاید حالا باشگاه وجود داره، همه اینا باعث شد که خب قطعا این مسیر جدید دوباره بتونم از اینجا شروع کنم که ان بتونم یه مسیر بزرگتر رو تو ادامه کریر فوتبالیم داشته باشم. امیدواریم. ما ببین یه سوالی که الان حرف برایتون هم مطرح شد و ذهنم میرسه اینه که ببین خب توی برایتون تو اون 3 سالی که بازی کردین، حالا به خصوص 2 سال آخر، بالاخره جزء تیمای نیمه پایین جدول، یعنی نصف پایین جدول بودیم و خیلی وقتا برای اینکه تو اون منطقه ریلیگیشن زون قرار نگیریم بازی می‌کردیم. الان توی یه تیمی داری بازی می‌کنین که توی ستای اول برای قهرمانی می‌جنگه. می‌خوام ببینم این تمرکزی که داری برای بازی‌ها، این آماده کردن ذهنی خودت به چه صورته؟ بالاخره خب اونجا شما احتمالاً که تا باختاتون بیشتر از برداتون بود خیلی بیشتر بود، ولی الان شاید مثلا توقع بیشتر ازتون اینه که ببرین. برای خودت چقدر این ترانزیشن است
متفاوتی بوده یا چقدر مثلا تو زندگی عادیت این تأثیر داشته از لحاظ ذهنی؟ خب ببینید، دو تا محیط، شما با دو تا محیط مختلف روبرو هستی. حالا تو برایتون برای باشگاه خیلی مهم بود، کلا اصلا نگاه باشگاه این بود که به عنوان باشگاهی که جدیداً به پرمیر لیگ اومده بمونه تو لیگ، چندین سال بتونه دووم بیاره و بتونه حالا هدف گذاری بزرگتری که حالا باشگاه خواهد داشت رو بتونن انجام بدن. ولی فاینورد همیشه تیمی بوده که ازش انتظار میرفته که حالا بالای جدول باشه، برای قهرمانی بجنگه و بالاخره اون جوی که تو رختکن هستش، خواسته ها، نگاه ها واقعا متفاوت هستش. و از یه لحاظ هم نگاه کنید، خب بالاخره سطح لیگ فرق میکنه و حالا اونجا شاید برایتون به عنوان تیمی که جدید اومده موندن تو لیگ یا حتی دو سه تا پله بالاتر تموم کردن فصل براشون یه اچیومنت خیلی بزرگ باشه و اون هدفی که دارن قطعا رسیدن. ولی خب اینجا فاینورد باشگاهیه که با همه نظر بزرگ، از نظر خود چه میگن، خود باشگاه، از نظر هوادارا بالاخره استادیوم بزرگتره و اون تاریخچه باشگاه متفاوته و همه اینا شما همیشه برای بردن میجنگی و اون وایبه همیشه، اون جوی که تو رختکن هستش خیلی متفاوته. اینجا همیشه مثبت، همیشه رو به جلو، برای برد شما میری هر بازی، ولی اونجا فقط برای این که چه میگن دووم بیاری تو بازی ها میری برای بازی ها. و این دوتا چیز کاملا متفاوته و این قطعا از نظر روی روانی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون اینکه بالاخره اینجا اون جو مثبتیه، ذهنیت مثبت آدمو خیلی بیشتر میکنه. ولی خب اونجا هم بالاخره شما به عنوان یه باشگاهی که شاید تازه اومده به پرمیر لیگ ولی جلوی بهترین تیم‌های دنیا بازی میکنید و خودتون رو محک میزنید، که اینم بالاخره میتونه یه اتفاق خیلی مثبت بشه برای باشگاه مثل برایتون. درسته. حالا اون موقع که از هلند رفتی به انگلیس، قاعدتا وقتی رفتی توی اون محیط انگلیس و توی جذب پریمیر لیگ، قاعدتا یه سری مقایسه میکردی خودت بین فوتبال انگلیس و هلند، و الان مثلا بعد 3 سال دوباره برگشتی به هلند، الان که برگشتی چه تفاوتهای برجسته بین این دوتا سطح فوتبالشو میبینی؟ آیا فکر میکنی مثلا هلند نزدیک شده به اون سطح اول اروپا یا کماکان پریمیر لیگ داره فاصله شو بقیه بیشتر میکنه؟ خب ببینید، نکته اصلی که اصلا قابل مقایسه نیست و بحث فاینانشیال باشگاه، بالاخره اون چی میگن، اون فلکسیبیلیتی که باشگاه دارن تو پرداخت زیاد به بازیکن‌ها و مربی‌ها و بهترین حالا بازیکن‌های دنیا رو میتونن بیارن تو اون لیگ، و بالاخره حق پخش تلویزیونی هستش که تو انگلیس یه چیز خیلی عجیبی هستش و اصلا قابل مقایسه نیست، و همه اینا باعث میشه دست باشگاه رو بازتر میذاره برای اینکه بتونه بالاخره بهترین مربیای دنیا رو ببرن اونجا، بهترین بازیکنای دنیا رو ببرن اونجا. به خاطر همین بالاخره اونجا میشه سطح اول دنیا، و تو هلند خیلی متفاوت‌تر هستش و بازیکنای جوون رو میارن، پرورش میدن و از اونها درآمدزایی میکنن. ولی حالا تو این یکی دو سال فکر می‌کنم متفاوت شده، حالا نسبت به فروش و نسبت به نقل و انتقالاتی که باشگاه داشتن، مخصوصا حالا باشگاهی مثل الان پی اس وی، مثل فاینورد، مثل آژاکس، سعی میکنن بازیکنایی که تو لیگای دیگه با کیفیت هستن هم بیارن که بتونن تو حالا نه فقط تو لیگ، حتی تو بازی اروپایی بتونن تاثیرگذار باشن. حالا الان پی اس وی رو میبینید که تا تو اروپا لیگ رفت، تو مرحله بعد آژاکس تو چمپیونز لیگ فوق العاده خوب کار کرد، ما تیممون رفتیم مرحله بعد، آزد رفته مرحله بعد، باشگاه ویدسه رفته مرحله بعد، یعنی 5 تا تیم هلند که تو اروپا بودن هر 5 تا واقعا به مرحله بعد رفتن، و این نشون میده که لیگ هلند داره بهتر و بهتر میشه. و من یه امتیاز بندی چند روز پیش دیدم که از نظر امتیاز بندی تو اروپا فکر میکنم تیم اول شده بود، و میگم اینا کمک میکنه بالاخره به سطح فوتبال هلند که بهتر و بهتر بشه، و قطعا هدف بندی برای اینکه سطح لیگ بالاتر بره خیلی خیلی روشن‌تر هستش، حتی بیشتر از قبل، چون قبلی مقدار اطمینان‌تر این خریدا رو انجام میدادن، ولی الان آژاکس امسال 25 میلیون برای خرید بازیکن هزینه کرد و فاینورد همینطور، پی اس وی چند تا بازیکن امسال خرید با قیمت‌های بالا، خاطر همین دارن سطحشون رو به بالا و بالاتر میبرن، و نه فقط درآمدزایی، از اون بر بازیکنای با کیفیت میارن که بتونن سطح لیگشون رو ببرن بالا و بتونن تو اروپا هم بتونن تاثیرگذار بشه براش.
جالبه. این توی خود انگلیس که حالا اشاره کردی به حق پخش و مسائل فاینانشال، حالا هم چیزی که خودت از نزدیک دیدی نسبت به تیمای تاپ 6 اگه بخوایم مثلا برایتون رو مقایسه کنیم، و حالا یه سری مستند هم در اومد مثل مستندای آل اور ناتینگ که هم مال منچستر سیتی رو نشون داد هم مال تاتنهام رو نشون داد، چقدر تفاوت امکانات هست بین اون تاپ 6 و تیم مثل برایتون؟ آیا خیلی متفاوت و محسوسه به نظرت؟ ببینید خب بستگی باشگاهی، حالا تاپ 6 بالاخره شرایط خاص خودشونو دارن، ولی شما باشگاهی که حالا تازه اومدن به لیگ برتر انگلیسیا قطعا چندین سال هستن ولی همیشه جزو تیمای پایین تر هستن، و باید باشگاه به باشگاه مقایسه کنید. مثلا حالا من تو مقایسه انجام بدم، من به شخصه میگم از نظر امکاناتی برایتون جزو 5 تیم برتر انگلیسه با اختلاف، یعنی ما فکر می‌کنم زمین تمرینمون، امکانات داخل ساختمون باشگاهمون و یه اسپا فکر می‌کنم حرفه‌ای که فکر می‌کنم تو اسپای فکر می‌کنم بهترین که بهترین اسپای فوتبالی دنیا رو باشگاه برایتون داره الان، و از نظر امکاناتی، از نظر شرایطی که بیرون فوتبال هستش فکر می‌کنم جزو 5 تا، یعنی فکر می‌کنم حتی از آرسنال و من حالا ندیدم ولی چیزی که شنیدم از آرسنال و از حتی منچستر خیلی بهتر امکاناتی برایتون، و ولی مثلا برایتون رو نمیشه مثلا با یه تیم مثل برنلی مقایسه کرد، یا مثلا نمیدونم برایتون رو نمیشه با یه تیمی مثل نمیدونم شفیلد مقایسه کرد. میدونید اینا بالاخره از نظر امکاناتی خیلی متفاوتن، ولی برایتون چون هم حالا اون مجموعه تمرینیش هم استادیومش فکر کنم الان 6 7 سال ساخته شده و خیلی جدیده، به مدرن ترین امکانات دنیا رو استفاده کردن، به خاطر همین از نظر امکاناتی برایتون فوق العاده بود. یعنی من فکر می‌کنم حالا مگر اینکه مثلا شاید چلسی، اسپرز یا سیتی اینا بهتر از برایتون باشن، یعنی بهتر که شاید چیز جزئیاتش، وگرنه اگه کلیت بخوای حساب کنی من فکر می‌کنم شاید برایتون میتونه حتی جزو ستای اول انگلیس باشه با جرأت. جالبه جالبه. حالا اگه که حالا هر یکم راجع به اون بازی که اونجا صحبت بازی کردی صحبت کنیم، خودت فکر می‌کنی بزرگترین چیزی که به فوتبال توی اون 3 سالی که توی لیگ برتر بازی کردی اضافه شد چی بود؟ یک ویژگی برجسته که الان با خودت آوردی از اونجا. خب فکر می‌کنم اون روحیه جنگندگی رو خیلی من اونجا دیدم تو انگلیس، و بالاخره فوتبال انگلیس خیلی معروف هستش به جنگندگی، به اینکه خیلی بازی فیزیکی هستش، و من اینو خب موقعی که تو هلند بودم کمتر داشتم، ولی خب موقعی که رفتم انگلیس خیلی بیشتر شد، و حالا تو این یکی دو سال گذشته به خاطر شرایطی که حالا برام وجود داشت، از نظر حالا شرایطی که حالا وجود داشت بالاخره تو شرایط تیمی با سرمربی و حالا اتفاقاتی که افتاد، از نظر شخصیتی خیلی خیلی احساس میکنم بزرگتر شدم و درست. خیلی خیلی صبورتر شدم، خیلی با شرایط و با چه میگن تو شرایط و بحرانا عکس العملا خیلی خیلی بهتر شدم احساس میکنم، و خیلی چیزا یاد گرفتم روش بخوای تو اون تایم، خیلی خیلی چیزا یاد گرفتم، این که بالاخره آدم باید جایی باشه که بالاخره قدرشو بدونن، از اون چیزی که واقعا داره بتونن استفاده کنن، و این شرایط متاسفانه برای من خیلی خیلی به صورت حالا نمیخوام بگم منفی ولی به اون چیزی که خودم میخواستم اتفاق نیفتاد، و تایم خیلی سختی رو گذروندم روزشو بخواید، ولی میگم بهم خیلی خیلی چیزا اضافه کرد که امیدوارم که بتونم امسال و تو سالهای آینده تو فوتبالم ازش استفاده کنم، ولی بالاخره من همیشه به این اعتقاد دارم که حالا چه روزای خوب چه روزای بد هیچ کدوم موندنی نیستش، همه میگذره و بالاخره باید ازش یاد بگیریم، عبور کنیم و بتونیم تو آینده از تجربهش استفاده کنیم. سرمربی هم اشاره کردی، حالا ارتباطت کلن جدا از حالا مسائل فنی که پیش اومد با گرام پاتر چطور بود؟ چون موقعی که جدا شدی فکر کنم این مصاحبه کرده بود خیلی از حرفه‌ای بودنت و پروفشنال بودنت تعریف کرده بود، میخوام ببینم حالا رابطتون چطور بود در زمانی که توی باشگاه بودی. خب ما یه رابطه حرفه‌ای داشتیم، حالا بالاخره رابطهش بالاخره یه سری مربی هستن با یه سری بازیکن رابطه خیلی خیلی خوبی دارن، و حالا حتی بیرون زمین خیلی با هم نزدیکن، یا مثلا حالا بالاخره اون چی میگن از اون چی میگن رابطه‌ای که میتونه خیلی مثبت باشه، تاثیرگذار باشه نظر روی روانی رو بازیکن، ولی من نه یه رابطه خیلی حرفه‌ای باهاش داشتم، بیشتر از اون حدی که راجع به بحث فنی و اینا باشه هیچ وقت با هم صحبت نکردیم، و واقعا اینجوری بوده، شاید مثلا میشد که 3-4 روز 5 روز حتی
ما هم مثلا صحبت نمی کردیم چون اصلا پیش نمی اومد که واقعا صحبت کنیم. ولی خب حالا شما راجع به مصاحبهش میگید، من میگم اگه غیر از این می بود من باید تعجب میکردم، چون اینکه من واقعا چی میگن، شاید خیلی ها جای من بودن اتفاقاتی که براشون افتاده بود خیلی عکس العملای دیگه نشون میدادن. من فکر میکنم انتظارم داشت که من حالا یه همچین عکس العملای از خودم نشون بدم، ولی من حالا هیچ وقت این هیچ عکس العملی نشون ندادم نسبت به اتفاقاتی که افتاد. و حالا من فکر میکنم یکی دو بار اینو گفتم قبلا، حالا اتفاقاتی تو این دو سال برای من افتاد که من فکر میکنم یه تایمی برسه واقعا راجبش صحبت میکنم در مورد تک تک اتفاقاتی که افتاده، که حالا هیچ وقت شاید برای کسایی که از بیرون بشنون خیلی جالب باشه، ولی حالا الان خیلی وقتش نیستش. ولی ما رابطه خیلی حرفه‌ای داشتیم و حالا اینم بخشی از این ورزش حرفه‌ایه که حالا نباید همیشه چی میگن بهترین دوستا با هم باشیم یا با هم نمیدونم قهوه بخوریم، چای بخوریم، سر یه میز بشینیم غذا بخوریم، ولی اون رابطه حرفه‌ای همیشه حفظ شد. و راستش بخواد من با یکی از کمکاش خیلی خیلی رابطه خوبی داشتم، کمک اسکاتلندیش، خیلی رابطه خوبی داشتم حتی بیرون فوتبال و خیلی راحت باش صحبت میکردم، ولی حالا با خودش هیچ وقت این شرط پیش نیامد تو این دو سال. هیجان انگیز شد، بعدا ببینیم چی بوده داستانا. حالا بعدا که راجعش صحبت میکنی. ببین یه چیزی که توی برایتون فصل پیش خیلی برجسته بود و الانم حالا هنوزم این داستان هست، این داستان این بود که تیم خیلی موقعیت خلق میکرد، بعد این ایکس جیشون و ایکس جی که فصل پیش داشتین خیلی بالا بود، یعنی در حدی که خیلی توی سوشال مدیا تو توییتر راجع به این صحبت میشد که چقدر ایکس جی بالایی نسبت به حریف دارن، چقدر امید گلشون بالاست، ولی آمار گلزنی خیلی پایین بود. میخوام ببینم چقدر از این دیتا استفاده میشد توی تمرین ها و مثلا چه جوری توی جلسه فنی راجع به این موضوع صحبت میشد، روش کار میشد. من احساس میکنم که حالا یه سری چی میگن خواستای شخصی تاثیرگذاره تو این داستان. حالا بالاخره همون داستانی که میگم رابطه که بین بازیکن ها و سرمربی وجود داره. و حالا میگم خیلی خیلی حالا مسئله جالبی رو گفتید، اینکه ما تو این مخصوصا پارسال ما فکر کنم هر بازی فکر میکنم ما چند تا واقعا موقعیت 100% داشتیم که حالا اگر نظر موقعیت و اگه ما از شانسایی که داشتیم استفاده میکردیم فکر کنم تیممون میتونست خیلی خیلی بالاتر فصل رو تموم کنه. همون شرایط امسال هم هستش و میبینی تیم برایتون خیلی داره خوب فوتبال بازی میکنه، یعنی سبک فوتبالش، یعنی یه چی میگن یه استراتژی که حالا سرمربی تیم داره و خیلی بهش اعتقاد داره و همیشه اونو دنبال میکنن و از بازیکنان میخواد که اونو انجام بدن. ولی خب میگم حالا بدشانسی یا حالا هر چیزی، اون فشاری که وجود داره حالا تو سطحی که هستش و همه این داستانا شاید میتونه دخیل باشه. من خیلی نمیتونم راجع به این داستان صحبت کنم، ولی همیشه این چیزی بوده که بوده. تو رختکنمون هم خیلی راجع به صحبت میشده، بالاخره بازیکنان که خط جلو هم فشار خیلی بیشتر روشون بوده و این داستانا. ولی میگم همه اینا چیزایی که تو اون صحبتایی که دوست دارم انجام بدم هستش و خیلی خیلی واقعا تو یکی دو فصل تاثیرگذار بود رو اون مسیری که برام وجود داشت، ولی دیگه گذشته، الان راجبش نمیشه صحبت کرد. ان شاء الله یه تایم مناسب راجع به همه چیش میشه صحبت کرد. آره حتما. الان که خیلی فشار بازیاتون هم الان به خصوص مثلا هر سه روز یه بار بازی میکنین، خب این تجربه رو فکر کنم خیلی سنگین‌تر تو اون بازی سال نو میلادی تو انگلیس داشتی، یعنی تو همون از باکسینگ دی تا سال نو فکر کنم توی 7 روز 3 تا بازی میکردین و اتفاقا 2020 تو همون بازی بود که دوتا گل هم زدی، هم به بورنموث هم به چلسی. چه جوری بود توی اون مثلا دو روز یه بار که بازی میکردین، چقدر کار به کار تاکتیکی میرسید، چقدر از لحاظ بدنی راحت میتونستین خودتون رو آماده کنید؟ چون فکر کنم یه چیزیه که بقیه لیگا و بقیه بازیکن‌ها اینو تجربه نمیکنن، اون فشار اون یک هفته رو. چرا اتفاقا ما امسال فکر میکنم امسال پرفشارترین سال فوتبالی من بوده. ما از الان از آخرین بازی تیم ملی با تا حالا ما 22 دسامبر که آخرین بازی مونه، فکر میکنم تو بازی زمانی فکر میکنم 37 روزه ما حدود اگه اشتباه نکنم 11 تا بازی داشتیم که حالا 8 تاشو انجام دادیم 3 تاش مونده و این یه چیز خیلی خیلی عجیبیه. یعنی ما پیروز بازی کردیم، دوباره فردا بازی داریم، دوباره یک شنبه با آژاکس داریم، دوباره چهارشنبه بازی بیرون خونه داریم، یعنی یه چیز خیلی عجیبیه. ولی
فرقش اینه که تو حالا باکسینگ دی انگلیس تو دو روز بازی انجام میشه، یعنی ما مثلا 26 بازیه، 27 ریکاوریه، 28 دوباره بازیه. اون عجیب ترینشه که بعد 28 حالا بازی یکمه که دوباره مستر بینش هستش که واسه استراحت. ولی مگه اشتباه نکنم اون سال ما با اسپرز بازی کردیم 26 با بوردموث بازی کردیم رو 28 و یکم با چلسی بازی کردیم. ولی خب چون نزدیک کریسمس بازی‌ها خیلی نزدیک‌تره و بالا مگه شما نکنم موقع ما 24 بازی 22 بازی کردیم 26 28 یکم و این خیلی زیاد به نظر میاد. ولی میگم اون تایم کریسمس بوده، بالاخره چی میگن شرایط مردم خیلی بیشتر سرن فوتبال ببینن مخصوصا تو انگلیس. ولی اینجا الان متفاوته، ما تو این دسامبر خیلی زیاد داشتیم، اواخر نوامبر و این دسامبر تا 22 بازی خیلی زیاد داشتیم، ولی ما کریسمس بریک داریم، یعنی ما حدود 12 روز تعطیلی داریم. ولی خب فرقش اینه که تو انگلیس ادامه میدن دیگه بازی‌ها رو. ولی خب جالب بود که تو دقیقا تو همون بازی پرفشار اون دوتا گلت هم زدی، خیلی خوب، نکته برجسته‌ای بود. و حالا بعد از اینکه اون گلم به چلسی زدی، حالا قبلش که آقای دایی زده بود کلا یه دایی رو باز کردی که هم مهدی طارمی زد، سردارم که هفته پیش زد، هواداره چلسی نوشته بودن که از بازی با برنتفورد و سامان قدوس هم اساسی میترسن. با بچه ها صحبت کردی بعد گلشون با سردار؟ نه با سردار موفق نشدم صحبت کنم هنوز، ولی خب با مهدی خیلی صحبت کردیم راجع به این داستان و خود مهدی اعتقاد داشت که برگردونش از برگردون من قشنگ تر بوده. ولی خب خیلی خوشحالم واقعا واسه بچه‌ها، مخصوصا حالا سردار خدا رو شکر تو این هفته‌ای که گذشت چمپیونز لیگ گل زد و بچه‌ها دارن فوق‌العاده خوب کار میکنن. بالاخره این یکی از بهترین سطح‌های دنیاست. حالا بالاخره چمپیونز لیگ هر بازیکنی دوست داره چمپیونز لیگ بازی کنه و حالا ما از قدیم بازیکن‌های بزرگی داشتیم، علی آقا دایی، آقای کریمی، آقای مهدوی، همه همینجور گل زدن اومدن جلو، رسیده به مهدی، به سردار. امیدوارم که این رویه ادامه داشته باشه، چون می‌بینید که بالاخره چقدر استعداد وجود داره تو کشورمون که حالا علی خدا رو شکر تو این چند سال مثلا خیلی خیلی بازیکن‌ها بیشتر اومدن تو اروپا. و این فقط تنها دلیلش واقعا موفقیت بچه‌ها بیرونه، یعنی کلی بالاخره استعدادهای بزرگ دنیا تو اروپا مخصوصا میبینن که سردار داره عالی کار میکنه، مهدی داره خوب کار میکنه، حالا خودروشو شرط من تو هلند مثبت بود و بچه‌ها تو بلژیک فوق‌العاده خوب کار کردن و این باعث میشه که این دره واقعا برای جوانای دیگه باز بشه که الان من تو این مدت شنیدم که اسکاوت‌های بزرگ دنیا، یعنی از ایتالیا، از هلند، از کشورهای مختلف دارن میرن ایران که بازیکن ببینن، که این واقعا یه اتفاق فوق‌العاده مثبت. امیدواریم رویه ادامه داشته باشه و بازیکن‌های بیشتری رو به امید خدا تو سطح اول دنیا داشته باشه. آره عالیه، به خصوص که همیشه تو رو که مثال میزنم برای تو موقع لژیونر شدن، حالا الان یه مقداری بحث این پیش میاد که مثلا چون بحث ارز هست، بحث درآمد هست، خب بازیکن‌ها شاید خیلی بیشتر راحت‌تر مهاجرت کنن، راحت‌تر اون پیشنهاد خارجی رو قبول کنن. و همیشه مثالی که هست اینه که علیرضا جهانبخش موقعی که رفت، حتی پیشنهاد مالی که داشت برای خارج شدن میگرفت کمتر از اون پیشنهاد بود که تو داخل میگرفت. یعنی اینم باز خودش یه دونه شاید مثلا رول مدلی که از ولی آره خارج شدن باشه میتونه در نظر. من خودم من اینو همیشه گفتم، بالاخره بچه‌هام 100% اینجوری هست. بالاخره ما به عنوان کسایی که تو حالا تو هر کشوری داریم بازی میکنیم یه نماینده ایم واسه کلی اون جوونا که حالا تو ایران دارن تلاش میکنن که بتونن این مسیر رو تی کنن. و حالا الان از نظر شرط مالی شاید به خاطر بالاخره بحثای اقتصادی خیلی بهتر بشه واسه بچه‌ها، ولی در کل از نظر سطح فوتبال، امکانات، احترامی که وجود داره، حالا همون بحث مالی که حالا پرداختیه که بچه‌ها میتونن داشته باشن که همش آن تایم، هیچ وقت مشکلی پیش نمیاد. معلوم میمونم حتی بزرگترین تیمای ایران، تیمای صنعتی، همه واقعا هیچ کی نیستش که 100% پولشو بگیره واقعا، و خیلی تک و توک اتفاق میفته. به خاطر همین اینا خیلی تاثیرگذاره. ولی به نظر خود من به شخصه مهمترین مسئلهش همینی که گفتم، این که ما مسیر رو باز کنیم برای حالا بچه‌ها و جوانایی که میخوان بیان تو آینده تو فوتبال اروپا و بالاخره از این شرایط استفاده کنن که حالا هم برای خودشون، برای خانواده‌شون، برای آینده‌شون میتونه خیلی مثبت باشه. با سامان قدوس ارتباط بودی مثلا یکی دو سال راجع پریمیر لیگ و اینا ما هم صحبت میکردیم در مورد بازی؟ آره ما همیشه صحبت میکنیم و
حتی چون بالاخره من پارسال که حالا با حالا کادر فنی که کار میکردیم قبلا با سامان تو سوئد کادر فنیشون بودم. درست خیلی راجع به صحبت میکردیم. آره خیلی خیلی، یعنی همیشه راجع به، یعنی از اون اول توی مدت همیشه در ارتباط بودیم که سامان هم براش تعجب بود که چرا مسیرش داره اینجوری پیش میره و مسیر برای من داره اینجوری پیش میره. و چون موقعی که حالا کادر فنی جدید اومدن به باشگاه، سامان سریع بهم تکست داد گفتش که خیلی لذت بخشه، دوست داره فوتبال بازی کنه، برات خیلی خوبه فلان و بیسار، که یه ساین خیلی مثبت بود. ولی دیگه هرچی گذشت شرایط اونجوری که باید پیش نرفت. ولی آره خیلی راجع پرمیر لیگ خیلی حرف میزنیم و میگم متاسفانه سامان هم همین مشکل رو داره الان و با اینکه داره فوق العاده خوب کار میکنه شانس بهش نمیرسه. من نمیدونم راستش رو بخوای دلیل چیه و متاسفانه این رفتار رو انجام میشه، چون سامان فوق العاده خوب کار کرده این مدت و واقعا حقش بوده که بیشتر بازی کنه. خودش هم دقیقا راجع به همین صحبت میکرد و جالبش اینه که موقعی که میگه که من صحبت میکنم با سرمربی و دقیقا، یعنی ما همدیگر رو خیلی خوب درک میکنیم، چون وقتی که میگه که صحبت میکنم میگم تو صحبتات چی میگی بهش، یا مثلا وقتی که با سرمربی صحبت میکنی بهت برمیگردونه چی میگه، که دلیلش چیه که بازی نمیکنی، تو مثلا به برنلی میای به اون گل قشنگی میزنی دوباره بازی بعد بیرون میشینی، بعد دوباره بازی بعدش بیرون میشینی، دوباره یه بازی بازی میکنی، دوباره سه تا بازی بیرون میشینی. دقیقاً این شرایطی که من داشتم و اون ریتم اعتماد به نفس همه چی رو همه چی میتونه تاثیر بذاره. و وقتی که میگه که سرمربی چیا بهش میگه، دقیقا داره اون چیزایی که من شنیدم رو ریویو میکنه برام میبری و میگم یه همچی چیزایی بالاخره وجود داره. ولی میگم دلیلش هر چی هستش، امیدوارم من برای سامان تو سطح خیلی خوبیه الان، امیدوارم که بازی بیشتر بهش برسه چون حقشه. و یه مسئله دیگه من فکر میکنم، حالا تو این چند سال مخصوصا کشورهای ژاپن میبینید، کره جنوبی، تو همه جای اروپا بازیکن زیاد دارن و برای اونا بحث اسپانسرینگ اقتصادی و اینا خیلی اتفاق میفته که بالاخره برندهای بزرگ دنیا میان، بزرگ ژاپن، کره میان تو فوتبال اروپا سرمایه گذاری میکنن و در قبالش میخوان که بازیکنهای کشورشون برن و ما متاسفانه این شرایط رو نداریم و برای ما برعکسه، یعنی برای ما عمل منفیشه و اون شرایط برای بازیکنهای ما وجود نداره. به خاطر همین بچه ها باید چندین برابر تلاش کنن که بتونن فنی واقعا فوتبال اروپا رو متقاعد کنن، که فوتبالیست‌های ایرانی واقعا حقشونه که تو اروپا بازی کنن. و امیدوارم که بچه‌ها تو این مسیر موفق باشن که ان‌شاءالله همونجوری که گفتم روز به روز هم بازیکن‌های بیشتری داشته باشیم، هم میتونه این مسیر برای تیم ملیمون و قدرتی که میتونه داشته باشه تو آینده بهتر بشه. بسیار عالی. یه دو سوال کوتاه بپرسم که راجع به تیم ملی هم برسیم صحبت کنیم. یکی اینکه توی خب حالا پرمیر لیگ خیلی بحث این فوتبال فانتزی هم مطرحه و خیلی همه هم دنبال میکنن، بچه های ایرانی هم زیاد دنبال میکنن. خودتون هم بازی میکردین موقعی که تو جنبش بود؟ آره من تو خیلی، ما در راجبش هر روز صحبت میکردیم. من دو سال اول خیلی جدیتر دنبالش کردم، حالا هم با بچه های تیممون، هم سال اول فکر میکنم یه سال اول بود، نه سال دوم یک کوری اساسی با چیز داشتیم، با عادل فردوسی پور داشتیم، چون عادل خیلی خیلی علاقه داره به فانتزی و دیگه دیدم تا یه جایی واقعا دیگه نمیتونم باهاش رقابت کنم و با بچه های تیممون، چون خیلی خیلی خوب امتیاز می آوردن و من همیشه تنبلی می اومد که بازیکن عوض کنم ببینم کی مصدومه، چک کنم فلان بیسار. من تو اینجور چیزایی کم خیلی دنبال نمی کنم، به خاطر همین باعث شد که دیدم که اختلاف داره زیاد میشه، دیگه گیو اپ کردم، دیگه ادامه ندادم. یه نکته دیگه که خب بالاخره به خاطر پستی که بازی می‌کردی وینگ، خیلی بیشتر بازیکن رو دربیت که قرار می‌گیره دفاع کنار و فول بک. حالا به نظرت بهترین فول بکی که جلوش بازی کردی کی بود تو این سه سال؟ ما هفته پیش اتفاقی که از بچه‌ی تیممون اینو ازم پرسید، از من و نلسون اینو پرسید، ما جفتمون گفتیم کال واکر، یعنی هم نوع بازیش، هم تو حمله، تو دفاع، همه جوره خوبه. یعنی فکر می‌کنم اون، چون من چند تا بازی چپ بازی کردم، یکی دو تا بازی جلوی سیتی هم سمت چپ بازی کردم، ولی موقعی که پست خودم سمت راست بازی کردم فکر می‌کنم لوک شاو جزو کسایی بود که خیلی خیلی چغر بود. عالی، جالب بود. حدس می‌زدم شاید کایل واکر هم بگی، حالا همیشه تو بازیایی که داشتیم با هم خیلی درگیری و اینا هم داشتیم.
فیزیکی و اینا هم برخورد داشتین، جالب بود ولی لوکشا مطرح کرد. اوکی عالی، اگه موافقی یکم راجع به تیم ملی صحبت کنیم. خب امسال که خیلی فکر کنم سال سختی بود برای تیم ملی، ولی خب 11 تا بازی داشتیم که 10 تاشو بردیم و هیچ هم که مساوی کردیم. اول سالم خب اولین بازی که داشتیم با سوریه بود که اون بازی رو دعوت نشدی، ولی بازی دوستانه رو، ولی بعد از اون همه رو بودی و دیگه خیلی از بازی‌ها هم که به عنوان کاپیتان بودی. حالا 4 تا بازی هم باقی مونده، نظر کلی راجع به شرایط کنونی چطوره؟ خب مسیر خیلی خدا رو شکر مثبت بوده، مخصوصا حالا ماچتون با قدماتی، اون بازی سختی که حالا تو بحرین داشتیم و میتونست تو این بالاخره دور اصلی خیلی تاثیرگذار باشه، چون متاسفانه ما دور رفتش و امتیازایی رو از دست داده بودیم که حالا نباید از دست میدادیم، و بالاخره این بازی های مجتمع خیلی خیلی تاثیرگذار بود برامون که فوق العاده خوب کار کردیم. و میگم من تو این مدت خیلی گفتم راجع به این مسئله که فکر کنم این نسلی که بهترین نسلای فوتبال ایرانه، و همه نظر فنی، همه نظر ذهنیتی، همه نظر خواسته ای که حالا بچه‌ها سنشون سن بالایی نیستش ولی اینقدر با تجربه ان، خیلی خیلی تاثیرگذار بوده تو این بالاخره تو این مدت، و بالاخره اون ذهنیتی که وجود داره. ما بالاخره الان 2-3 سال تو صدر آسیاییم و تو دوره قبل تو جام جهانی حضور داشتیم، و قطعا همه اینا باعث شده بود که بچه‌ها بخوان که ادامه بدن این مسیر رو. و خدا رو شکر اومدیم بازی مقدماتی، از همون بازی اول بالاخره با کادر فنی جدید، خواسته های جدید، نگرش جدید، بچه‌ها خیلی خودشون خیلی خوب تونستن آداپت کنن و اون مسیر رو به جلو پیش ببرن، و خدا رو شکر الان صدر جدولیم، 4 تا بازی فکر می‌کنم بتونیم با اقتدار به زودی به جام جهانی صعود کنیم. همین بغل تو قطر بالاخره برای مردمون خیلی میتونه جذاب باشه، و انشالله که هر چیزی این اتفاق بیفته که انشالله مردم عزیزمون هم خوشحال بشن، هم انشالله برنامه‌ریزیشون کنن برای سفر به قطر. حالا موقع تو بخش قبل راجع به وینگ چپ و راستم صحبت کردی، ببین خب خیلی وقتا الان تو تیم ملی تو چند تا بازی شده که تو وینگ چپ بودی، علی قلی‌زاده وینگ راست بوده. بعد من خیلی دیدم که مثلا بعضی وقتا انتقاد می‌شده زمانی که وینگ راستی عمل کرده بهتری نسبت به وینگ چپ داری. خودت ترجیح چی؟ یعنی خودت عادت به کدوم ورداری؟ خودت فکر می‌کنی که تو کدوم راحت‌تری برای بازی؟ 100% سمت راست. یعنی من میکنم حالا من تو این پستای خط جلو بازی کردم، هم پشت فوروارد، هم چپ بازی کردم، هم نوک بازی کردم، ولی از نظر راحتی، از نظر اینکه محیط رو بشناسم، حرکات و همین داستانا، قطعا سمت راست، چون کنترلم تو بازی خیلی راحت بهتره از نظر شناختم به حالا محیط این سمت راست و شعای حرکتی و همین داستانا. و سمت چپ مشکلی ندارم. حالا ما توی تو راجع به این مسئله چندین بار حالا توی مدت مثلا با اسکوچیش خیلی صحبت کردیم، شوهای حرکتی، حرکاتی که باید انجام بشه، این داستانا، ولی خب قطعا ترجیحم سمت راسته. اگه بخوام خودم انتخاب کنم سمت راست ترجیح میدم. حالا خیلی توی این چند وقته حرف مطرح شدن مقایسه دوران آقای کیروش با اسکوچیچ مطرح بوده و اینا، که حالا نمیخوام خیلی وارد ماجرا بشم، فقط یک چیزی اگه بخوام ازت بپرسم در مورد دوران کیروش، ببینید بزرگترین چیزی که کارلوس کیروش از خودش برای تیم ملی باقی گذاشت بعد از این 8 سال بودن توی تیم ملی چی بود؟ تو بالاخره جزو کسایی بودی که از جام جهانی 2014 به طور مداوم تو تیم ملی بودی، چی به نظرت الان باقی مونده از اون تیم ملی که میتونه اون امضای کیروش رو داشته باشه؟ حالا چه تو زمینه، چه کلا در مورد محیط تیم ملیه؟ خب ببینید، تو تیم ملی من همیشه گفتم تیم ملی متعلق به هیچ کی نیستش، حالا نه هم بازیکن، هم کادر فنی، هم پزشکی، هیچ کی. یعنی بالاخره یه افتخاریه، یه شرایطیه که برای هر کسی اتفاق نمیفته، و برای هر کسی این شرایط اتفاق بیفته باید با افتخار واقعا این کار رو انجام بده. برای من حداقل اینجوری بوده و تو تمام این سالها یه همچین حسی رو داشتم، چه موقعی که تیم ملی بودم چه نبودم، عنوانی هوادار حمایت کردم، و بالاخره همجوری گفتم مربی ها میان و میرن. حالا آقای کیروش سالیان بیشتری بودن و بالاخره اون عادتی که وجود داشت تو گروه، و فکر میکنم چند تا مسئله است که من به نظر خودم به شخص خیلی متفاوت بود نسبت به
حالا چیزای دیگه. اولین چیز قطعا اتحاد تیمی و نظمی که تو تیم وجود داشت و هم نظر تاکتیکی هم نظر حالا گروهی تو تیم و اون انسجامی که وجود داشت بین بچه‌ها. و قطعا این که یکی از چیزایی که قطعا همیشه خیلی تکرار میکردن این که ما پرچم ایران و پیرهن تیم ملی رو هر سری یه درجه بالاتر قرار بدیم تو هر تورنمنتی تو هر بازی و اون اولویت قرار بدیم، که این من قطعا به عنوان ایرانی برام خیلی جذاب بود که حالا سرمربی کشورم که حالا از یک کشور دیگه میاد اینقدر این مسئله براش مهم هستش و این خیلی خیلی جذاب بودش برام که این واقعا این ذهنیت رو تو بچه ها نهادینه کرد. و اینا از نظر ذهنی از نظر چی میگن تأثیری که مستقیم رو بچه ها گذاشتش قطعا، و این تغییر نسلی که انجام شد که فکر میکنم خیلی کار ساده ای نبود. شما الان میبینید همه کشورها، ژاپن، کره جنوبی، عربستان، عراق، همه دارن این کار رو انجام میدن، ولی شاید خیلی سخته براشون که بخوان مستقیم این کار رو انجام بدن، ولی حالا ایشون تونستن انجام بدن با بالاخره شرایط و حواشی که همراش بودش انجام شدش. و نکته های دیگه مثل پک، ساختمون پک حالا که زمین تمرینی ما هستش از بهترین هاست واقعا، ما تو میکنم تو سطح واقعا یک دنیاست ساختمون پک، که یکی از مهمترین چیزا بوده برای تیم ملی که الان هم تیم یک، تیم امید، بانوان، ساحلی همه دارن فوتسال، همه دارن ازش استفاده میکنن و فکر میکنم این چیزی بود که ایشون از خودش به جا گذاشت و سالهای سال برای حالا نسلهای مختلف برای تیم ملی همجور باقی میمونه. میگم قطعا اینا چیزایی که من حس کردم دیدم و قطعا این نتایج تیم ملی هم بازگو هستش، یعنی همه چیزو میگه. ولی خب حالا ایشون رفتن، حالا مال راجع به دوره ویلموتس نمیخوام خیلی صحبت کنم، ولی الان آقای اسکوچیچ هستن، ایشون هم ایده های خودشونو دارن، یه سری بازیکن خیلی با کیفیت اضافه کردن به تیم ملی و همین مسیر رو دارن پیش میبرن، نتایج خوبی که گرفتیم واقعا نشون میده. به خاطر همین میگم مربی ها میان و میرن، بازیکن ها میان و میرن، این رویه و این حرکت رو به جلوی تیم ملی هستش که باید ادامه داشته باشه و بالاخره دیدگاه ها و مربی ها متفاوت هستن. مهمترین چیز اینه که تیم ملی بتونه رو به جلو حرکت کنه. دقیقاً. حالا همین که با آقای اسکوچیچ الان خوب نتیجه میگیریم، همین روند داره ادامه پیدا میکنه، بسیار امید بخش داستان. و خب الان توی تیم ملی هم شما هستی، هم احسان هایصفی و هم کریم انصاری‌فتح که کاپیتانای، حالا از احسان و کریم یک و دو هم بعد شما، این که فکر کنم از تیم زیر 21 سال هم شماها با هم بودین و اونجا هم کاپیتان بودین ستاتون. و یه اتفاقی هم که افتاد باز دور قبل فکر کنم بازی با امارات رو محروم شدی ولی موندی، درست میگم؟ این چیزی بود که با آقای اسکوچیچ هم راجعش صحبت کردی که بمونی توی اردو. نه، راجع با بازی قبل بود دیگه، این بازی آخر، بازی قبل بود، یعنی بازی با لبنان که کارت گرفتی بعد بازی بعدی، درست درست، بازی با سوریه. بله بله، که بازی با سوریه رو محروم بودم ولی موندم برای توردم. بعد با آقای اسکوچیچ صحبت کردیم برای موندم. ببینید راست شو بخواید اتفاقا آقای اسکوچیچ خیلی دست منو باز گذاشتن، یعنی ایشون گفتن که اگه میخوای بری، چون من باشگاه هم 4-5 روز استراحت داشتم و اونجا یه ساعت یا ساعت و نیم پرواز بود تا ایران و میتونستم حالا برم چند روز پیش خانواده بمونم یا حالا یه مسافرت برم استراحت کنم و بعدش برگردم سر تمرینا، ولی خب خودم دوست داشتم بمونم پیش بچه ها. و حالا صحبتایی که کردیم مخصوصا حالا با خود کریم انصاری‌فتح، با احسان، با سعید عزت‌اللهی، حالا بچه‌هایی که تو اردو بودن صحبت کردم، حالا بچه‌ها هم دوست داشتن که من بمونم و حالا همه اینا دست به دست هم داد که تصمیم بگیرم که بمونم و خیلی خیلی راضی ام از تصمیمی که گرفتم. حالا راجع به بحث کاپیتانی که میگی، قطعا احسان که حالا از همه ما قدیمی تره و خود کریم انصاری فرد، جفتشون خیلی خیلی تاثیرگذار بودن این مدت واقعا، هم نظر روحی روانی، هم نظر اون انسجام گروهی، نظمی که تو تیم وجود داره و بالاخره نسلای مختلف، بازیکنای مختلف رو دیدن. و برای خود منم به شخصه، من همیشه گفتم بازم میگم، یه افتخاره، من چی میگن یه آرزو بوده برام این روزا واقعا. و من به قول چه میگن خارجی ها، واقعا I'm living the dream، واقعا میگم یه افتخار بزرگیه که خدا رو شکر این مدت نصیبم شده. و میگم هر وقت که این شرط برام پیش میاد، واقعا با تمام وجود، با تمام افتخار انجامش میدم و میگم بچه ها وظیفه‌شون رو فوق‌العاده خوب دارن انجام میدن و اگه من حتی کوچیکم بتونم تو این مسیر کمک کنم، با افتخار این کار رو انجام میدم.
فیلمای رخکن که میاد، حتی مهدی طارمی هم مثلا خیلی وقت شده حالت رهبری داره با بازیکن صحبت میکنه. اینکه چند تا بازیکن هستن که توی رخکن تاثیر گذارن، خب خیلی فکر میکنم جلو توجهه. 100%. من جایی که گفتم بچه ها از نظر سنی خیلی بالا نیستن، ولی یه جام جهانی، یه جام ملت ها دیدن اکثرشون، و مهدی سردار صحبت میکنه و بچه هایی که قدیمی ترن واقعا صحبت میکنه، سعید عزت‌اللهی صحبت میکنه، و این نشون میده که بالاخره این از بچه ها نظر ذهنی هم واقعا به یه درک و به یه نبوغ ذهنی رسیدن که حالا تو سن کمتر بتونن اینقدر تاثیرگذار باشن تو گروه، هم نظر روی روانی، هم نظر فنی و تجربی که دارن، که به امید خدا تو این چند سال آینده تیم ملی روند خوب ادامه بده. امیدواریم. حالا هم اشاره کردی به تعداد جام جهانی، هم فکر کنم شما و احسان و کریم هر ستاتون که تو جام جهانی بعدی ان شاءالله بازی کنین، با رکورد مسعود شجاعی هم که 3 تا جام جهانی بوده مساوی میشینه، و کماکان شانس اینو دارین که بشین بهترین بازیکن تیم ملی که به تعداد 4 تا یا 3 تا جام جهانی رو بازی کردین، فکر کنم که ادامه دار باشه. امیدوارم. بابت داشلی هم اگه بخوام صحبت کنم، داشلی که عزیز دل ماست و دوست داشتنیه، مثل برادر خودمه، به قول خارجی ها like a brother from another mother، اینجوری باید بگیم درسته، و من دوستش دارم، بازیکن با کیفیت، با اخلاق، محبوب، عزیز دل، و اینکه میگم دوستش دارم خیلی زیاد، آرزوی بهترین ها میکنم بسش. یه دوتا سوال آخرم بپرسم. یکی در مورد اون پستی که بعد از بازی با لبنان خیلی از بازیکن‌های تیم ملی همه با هم روی اینستاگرامتون گذاشتین و یک سری گلایه‌های نسبت به امکانات و شرایط داشتین، یه مقدار راجع به اون صحبت می‌کنین که خطاب به کی بود؟ آیا اتفاقی بعدش افتاد که شما اون پست رو گذاشتین که فکر کنین که اون نتیجه که می‌خواستین بهش رسیدین یا نه؟ خب ببینید، این بالاخره تو این سال‌ها رویه تیم ملی خیلی مثبت بوده، و چیزایی که خیلی میتونه کوچیک باشه ولی تاثیرگذار باشه از نظر روی روانی، از نظر اون انرژی که میتونه تو بچه‌ها بیاد و حالا بالاخره این مسیر خوبی پیش بره، تو این سالها حالا کم و بیش خیلی خیلی تاثیرگذار بوده، و حالا درسته خیلی قولا داده شده تو این سالها، ولی حتما همش انجام نشده، ولی یه روتینی وجود داشته، یه مسیری وجود داشته، و همه بچه‌ها هم همیشه گفتن که با تمام وجود، با تمام افتخار برای پوشیدن پیرانه تیم ملی تلاش میکنن، و اصلا غیر از این نیستش، ولی یه سری روتین وجود داره تو تیم ملی. یعنی ما الان بچه‌هایی که الان میرن تیم ملی هلند بازی میکنن، تیم ملی ترکیه بازی میکنن، تیم ملی آرژانتین بازی میکنن، ما کولومبیا داریم، تو همه کشورها، تو همه قاره، و یه سری چیزا، یه سری امکانات و یه سری شرایط وجود داره که بالاخره میتونه از نظر روی روانی تاثیرگذار باشه رو بازیکنان. بالاخره من میدونم فدراسیون داره تلاشش رو میکنه، و این مدت بالاخره امکاناتی که وجود داشته برای تیم ملی امکانات مثبتی بوده، ولی بالاخره این تصمیم گروهی بود که تیم گرفتش که ما از خواستهامون رو بتونیم بیاریم بیرون، کمک بگیریم. حالا کمک بگیریم حرف قشنگی نیستشون، به نظر من وقتی که بحث فوتبال و بحث ملی میشه، وظیفه وجود داره که کمک بشه تو این مسیره که حالا تیم ملی نتیجه بگیره، چون بالاخره فوتبال خیلی میتونه این توی این روزای سخت، مخصوصا توی این روزای سخت اقتصادی، کرونا، مشکلاتی که برای مردم وجود داره، بتونه خیلی روی روانی بهشون کمک کنه. و من میگم وقتی همچین شرایطی که وجود داره، چرا دیدا مثبت‌تر نباشه، چرا این نگاه‌ها مثبت‌تر نباشه، این حمایت‌ها مثبت‌تر نباشه، و فکر می‌کنم تصمیمی که با کل بچه‌ها گرفتیم این اصلی‌ترین دلیلش بود که خواستیم که اینو بیاریم بیرون، راجعش صحبت بشه، و چه میگن اون توجه ها حداقل به تیم ملی بهتر باشه، چون تیم داره تیم اول صعود میکنه به این زودی، و احساس میکنم که شاید خیلی ها خیلی کوچیک و خیلی چه میگن عادی دارن جلوش میدن، در صورتی که این مسیر فوق العاده سختی بوده. ما حتی یه مساوی هم تو بحرین شاید الان ما اینجا نبودیم، و حتی یکی دو تا باخت یا مساوی تو این چند تا بازی که داشتیم الان تو استرس بودیم، و شرایطی بود که حالا ما بعد دوباره به منتظر میمونیم ببینیم بازی آخر چی میشه. و وقتی که اینجوری نیستش، وقتی جو تیم، جو مردم، شرایط، انرژی خیلی مثبت هستش، چرا حالا با این کمبود امکانات، با یه سری چیزا این بخواد خدشه‌دار بشه؟ که حالا ما از مقامات بالاتر قطعا خواستمون بود، از کسایی که میتونن کمک کنن، از خود قطعا ریاست جمهوری، از وزارت ورزش که میاد پایین به فدراسیون، و این خواسته خیلی
چی میگم خیلی عادیه. یعنی من اگر وقتی راجع به این مسئله با بازیکنامون اینجا که تو کشور دیگه بازی میکنم صحبت میکنم، براشون اصلا خیلی خنده داره، براشون قابل درک نیستش که وقتی که من میگم که مثلا ما برند لباسی که میگیریم، مثلا ما میریم قطر اردو بعد تمرین ما 3-4 کیلو اضافه این وقتی که با لباس، چون اینقدر که اون جنس لباس مناسب نیستش، بچه‌ها دارن تو اون شرایط تو اون آب و هوا اونجوری، یا میریم تو سرما امکانات مناسبی از نظر این که بتونیم لباس خوب داشته باشیم که پوشش گرمایی بچه‌ها خوب باشه یه مشکله. و این چیزای خیلی پیش پا افتاده است و قابل پیش بینی باید باشه غالبا، ولی خب بالاخره نسبت به شرایط اقتصادی، شرایطی که وجود داره، فدراسیون مشکلات خاص خودشو داره و همه این داستانا همه هم میدونن راجع به این. ولی ما تصمیم گرفتیم که استیو بیاریم بیرون که به امید خدا این توجه بیشتر بشه، چون جام جهانی شوخی بردار نیستش و اگه این شرایط مناسب نشه فکر می‌کنم خیلی کارمون سخت‌تر و سخت‌تر بشه. بسیار علی، ممنون از توضیحت. و حالا اینکه بعد از اینکه بازی هم تموم میشه دیگه فکر کنم فاصله اون تا جام جهانی خیلی کمه، با توجه به اینکه بازی لیگ و اینا هم برگزار میشه، فکر کنم خیلی نیاز داریم به یک سری اردوهایی که تا جام جهانی که به خصوص تو زمستون هم هست آماده بشیم، حالا چه تو تابستون نمیدونم، واقعا برنامه بازی های لیگ هم خیلی فشرده است الان. بله 100%. ما یکی از چیزایی که واقعا تو ذهن بچه‌ها بودش که واقعا راجبش ما از الان صحبت می‌کردیم این که ما الان تو این بازی‌های مقدماتی دور اول و این مقدماتی ما کلی مشکلات وجود داره که باید حل بشه برای تیم و برای بچه‌ها، و وقتی که ما میریم برای آماده سازی جام جهانی تمام این مشکلات این شرایط چندین برابر میشه. و اگه واقعا نگاه‌ها اونجوری نباشه که فوتبال دنیا الان داره نگاه میکنه، اصلا هیچ جوری نمیتونیم رقابت کنیم. حالا بحث فنی و بحث تلاش و بحث همه اینا وظیفه‌اش وظیفه ماست فقط کادر فنی، ولی یه سری شرایط بیرونی هستش که قطعا باید فراهم باشه که بالاخره این مسیر بتونه مثبت باشه. امیدوارم که ما همیشه میگیم امیدواری، ولی امیدوارم که واقعا اتفاق بیفته، اردوهای خوب، بازی دوستانه خوب داشته باشیم، چون تایمی نداریم. فکر میکنم ما بعد از آخرین بازیمون که تو مارچ هستش ما کلا دو تا دیگه اردو داریم و باید از این دو تا اردو استفاده کنیم، آمادگی کامل داشته باشیم برای بزرگترین تورنمنت دنیا که حالا اونجا واقعا همونجوری گفتم شوخی بردار نیستش و باید کاملا آماده باشی. آره امیدواریم که اتفاقای خوبی بیفته. فقط برای آخرین موضوعی که دوست داشتم یکم راجع بهش صحبت کنی، چند روز پیش یه استوری توی پیجت گذاشتی که راجع مشکلات بچه‌هایی که اس ام ای دارن صحبت کردی و با سینا علی خانی که سفیر بچه‌های اس ام ای دیدار داشتی، یکم دوست داری در این مورد صحبت بکنی؟ حالا راجع به همه مسائل صحبت کردیم، اینم فکر کنم خوبه که مثلا راجع بهش صحبت بکنیم که آگاهی داشته باشیم. خب اون من فکر می‌کنم اینطور مسائل حالا برای حالا کسایی که یه حالا نگاه مردم بیشتر هستش یا حالا به قول معروف طرفدار دارن یا نمیدونم حالا هر چیزی که اسمشو میذارن، به نظرم یه وظیفه هستش، یه سری چیزا واقعا وظیفه هستش باید انجام بشه. و من اینو میگم باز تکرار میکنم این که ما حالا هر کسی توی هر شرایطی تو هر حیطه تو هر حرفه‌ای خدای محبتی رو در اختیارمون گذاشته که بتونیم از اون استفاده کنیم، و وقتی که میتونیم تو این مسیره به کسای دیگه کمک کنیم من فکر میکنم وظیفه است برامون که انجام بدیم. و اگه من نبودم یه کس دیگه، یا اگه یه شرایط دیگه برای کس دیگه نبود یه کس دیگه، و حالا که این استعداد در وجود ما هستش که بتونیم ازش استفاده کنیم برای خودمون، برای خانوادهمون و برای اطرافیانمون، باید برای دیگران هم ازش استفاده کنیم. حالا این بحث حالا سینا یا یکی دیگه از این بحثا بود، من موقعی که شنیدم راجع به سینا بلافاصله گفتم که دوست دارم ببینمش. و سینا با خانواده‌اش اومدن خونمون و از مسیری که داشت، شرایطی که براش اتفاق افتاد، بیماری فوق‌العاده سخت اس ام ای صحبت کرد. و حالا اس ام ای یکی از این گونه‌های بیماری هستش که بچه‌ها فوق‌العاده سختی‌های زیادی رو می‌کشن، دشواری‌هایی که براشون وجود داره، ولی کلی از این بیماری‌ها وجود داره که کلی از بچه‌های دیگه تو کشورمون هستن که مشکلات بزرگی دارن. و دوست داشتم که واقعا دیده بشن، حالا سینا به عنوان نماینده بچه های SMA و حالا بیماری های دیگه، مشکلات دیگه، حالا متاسفانه مشکلات کم نیست الان تو کشورمون، ولی خب اگه کوچیک هم بتونیم تاثیرگذار بشیم که نگاه ها بیشتر بشه. چون من احساس میکنم حالا میگم این همه خرجا تو جای مختلف که واقعا نیاز نیست انجام میشه، و این خرجای این بچه ها، داروهایی که براشون قراره بیاد، اون حالا شرایطی که میتونه براشون فراهم بشه که یک عمر، یعنی این سینا میتونن همین
دانشمندای آینده کشورمون باشن، استعدادهای آینده کشورمون باشن. و اگه این دیده بیشتر بشه، اگه توجه بیشتر بشه، حتی کوچک بتونیم کمک کنیم، من فکر می‌کنم یه وظیفه است. به خاطر همین من این کارو انجام دادم و حتما در ادامه هم هر کاری از دستم بر بیاد و هر حیطه‌ای تلاشمو می‌کنم که انجام بدم. دمت شما گرم، امیدواریم که بهشون رسیدگی بشه. ممنون از لطفت که این وقت رو در اختیار ما قرار دادی. اگه صحبتی داری که دوست داشتی بگی راجبش صحبت نکردیم، در خدمت هستی. نه خواهش میکنم، این گفتمان خوبی بود، من لذت بردم و صحبت دیگه ندارم. حالا تو هیته خودم امیدوارم که بتونیم چند تا بازی رو خوب پیش ببریم با تیم ملی که همچی گفتم یه حتی کوچیک بتونیم دل مردم رو شاد کنیم. و میگم سال بعد من میدونم بالاخره این شرط اقتصادی میمونه، بحث کرونا هستش، همه این داستانا، ولی مردم یه آینده چی میگن نگاهی به آینده کوتاه داشته باشن، اونم جام جهانیه که ان شاءالله هر چی بیشتر کسایی که شرط براشون فراهم بتونن بیان قطر. اول اینکه صعود کنیم قطر، فعلا نمیشه جدی قطعیات گفت، ولی ان شاءالله اول صعود کنیم، بعدش مردم عزیزمون بتونن بیان و بازی تیم ملی رو ببینن، از همون حمایت کنن مثل حالا هر دوره‌ای که بوده. و از شما تشکر میکنم، امیدوارم که کسایی که میبینن لذت ببرن از این گفتمان. خیلی ممنون از لطفت، من که خیلی لذت بردم، امیدوارم همه بیننده ها و شنونده هم لذت ببرن. دم همه کسایی هم که تا اینجا ما رو همراهی کردن گرم. اگر که هنوز کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید، لطفا از پایین همین ویدیو این کار رو انجام بدید و رادیو آفساید رو میتونید تو همه شبکه‌های مجازی پیدا کنید. ممنون میشم که اگر نظراتتون هم با ما در میون بذارید و ما رو تو بقیه جا هم دنبال کنید. همینطور ما پادکستمون روی کست باکس و بقیه اپلیکیشن‌های پادگیر قابل شنیدنه. دمتون گرم، امیدوارم که روز روزگار بهتون خوش باشه و به امید روزهای بهتر. ممنون علیرضا جان، خیلی لطف کردید. خیلی ممنون، مخلص.